همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، در این قسمت برنامه کیان آذر رو داریم از سازمان جوانان کمونیست، همینطور کیان آذر در کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران هم هستن. با ایشون راجع به مسائل دانشجویی صحبت خواهیم کرد. سلام میکنم به شما کیان آذر. منم سلام میکنم به شما و همچنین بینندگان تلویزیون انترناسیونال. همطور که گفتم در رابطه با موضوعی که میخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم، مسائل دانشجویی هست و اعتراضات اخیری که در دانشگاه اتفاق افتاده. مشخصا من به چند تا پوینت کوچیک اشاره میکنم و حتما امیدوارم که شما در صحبتاتون اشاره بکنید به این مسئله. از جمله اخباری که تو این چند وقت آدم دنبال میکنه در رابطه با اتفاقات دانشجویی، چند تا خبر هستش که خیلی برجسته است. اولیش من فکر میکنم که اعتصابات دانشجویی هست. این خیلی مسئله مهمیه، فکر میکنم الان در دانشگاه جریان داره، در خیلی از دانشگاه ها. و مسئله بعدی این نمره هایی هستش که این اعتصابات خب شامل امتحان هم شده که در دانشگاه برگزار شده و دانشجو به خاطر اعتصابی که داشتن شرکت نکردن و خبری خوندیم مبنی بر این که 9000 تا صفر دادن به دانشجو به خاطر شرکت نکردن فقط در دانشگاه پلی‌تکنیک. دقیقاً حتما شما مفصل‌تر اشاره خواهید کرد. و بعد این اخبار در رابطه با اخراج و احکام دادگاهی که در سطح گسترده در رابطه دانشجو اتفاق افتاده، میخواستم ببینم که شما نظرتون چی هست؟ به نظرتون اولا دیدتون چیه نسبت به این مسئله؟ فکر میکنی که جنبش دانشجویی در چه مرحله‌ای قرار داره؟ بله، من در رابطه با این موضوع میخواستم بگم که دانشگاه رو که نگاه میکنید توی شهرهای مختلف امروز صحنه درگیری و اعتراض هست بین دانشجوها و به اصطلاح دست اندرکاران دانشگاه که نمایندگان سرکوبگر جمهوری اسلامی هستند. جامعه ایران کلا در بطن به اصطلاح یک انقلاب به سر میبره و داره یک دوره ای رو میگذرونه که شرایط بسیار اعتراضی هستش که الان چند ماه مشخصا مردم دارن نسبت به جمهوری اسلامی اعتراض میکنن و میخوان که این رژیم رو بندازن. اما توی دانشگاه مثل بقیه کل جامعه هم همین حالت رو داره، به یه نوعی خیلی رادیکالتر و قطبیتر هست این قضیه. یعنی ما میتونیم اگر بخوایم فکر میکنم که ببینیم که توی مثلا جامعه چه اتفاقی میفته در آینده نزدیک، باید به دانشگاه نگاه بکنیم. الان دانشگاه ها صحنه، همونجور که اول صحبتام گفتم، صحنه مبارزه هست بین دانشجوها و مسئولین دانشگاه و نمایندگان کمیته انضباطی و حراست و از این به اصطلاح دم و دستگاه جمهوری اسلامی که توی دانشگاه هست. خب نکته خوبی که الان میتونیم بهش اشاره بکنیم همین اعتصاباتی هست که دانشجوها شروع کردن. دانشجوها اعلام کردن که چی؟ این شرایط دیگه اصلا معنایی نداره، این وضعیتی که جمهوری اسلامی توی دانشگاه ها ایجاد کرده معنایی نداره و دانشجوها تا رسیدن به خواسته هاشون که یکی از اون خواسته های اساسی اونها آزادی زندانیان سیاسی هست و دانشجویان زندانی هستش، اونها در اعتصابات سراسری رو رقم میزنن و نه تنها توی کلاس ها شرکت نمی کنن، توی امتحانات هم شرکت نمی کنن و ما هر روز داریم میبینیم که تعداد بیشتری از دانشگاه های سراسر ایران به این اقدام میپیوندن و اعلام حمایت میکنن. من خیلی خلاصه بخوام بگم، دانشگاه ها امروز گفتم یکی از قطبی ترین نقاط مبارزه مردم ایران هستش با جمهوری اسلامی و صحنه مبارزه هستش که ما هر روزه میبینیم که توی دانشگاه مختلف داره پیش برده میشه. ببینید، حالا یه خلاصه از وضعیت دانشگاه شما گفتین، من میخوام اینم قضیه چیه؟ این همه بازداشت، این همه احضار، شما 9000 تا یک جا صفر بدی فقط توی یه دانشگاه، فقط توی یه دانشگاه به دانشجوها برخوردای این چنینی بکنی، اون فیلمی که احتمالاً شما یا بینندگان عزیز دیدید اون دانشجو رو پرت میکنه، پرت میشه از طبقه بالا و این برخوردایی که بسیج و نیروهای شخصی و کلا حراست دارن نسبت به دانشجو توی دانشگاه، آیا رژیم در یه همچین موقعیتی هست از نظر شما با توجه به اعتراضات اخیری که توی 6-7 ماه گذشته توی بطن جامعه ایران و همینطور تو دل دانشگاه بوده؟ اولا آیا رژیم جمهوری اسلامی توی همچین موقعیتی هست که بتونه با دانشجو از این دریچه و از این منظر برخورد بکنه؟ و بعد اینکه دانشگاه چی؟ به نظر شما از با توجه به توضیحی که دادید الان میتونه همچین کاری انجام بده، سرکوب بکنه دانشجوها رو؟ و دانشجوها چی از اون طرف تو چه موضعی هستن؟ آیا کوتاه میان در قبال این و یا نه اگر کوتاه نمیان
همونطور که خودتون گفتین با اون خواسته هایی که به اصطلاح محوریت داره چه کاری رو باید بذارن روبروشون و در دستور کار خودشون بذارن که همونطور که گفتین در ادامه اعتراضات جامعه؟ من فکر میکنم که توی این چند سال گذشته و به نوعی همیشه دانشگاه عرصه مبارزه بوده بین به اصطلاح جوانها و حکومت، و ما به همین 10 سال گذشته بخوایم برگردیم میبینیم که هر دوره‌ای که دانشگاه ها باز بوده به اصطلاح دانشجو داشتن مبارزه میکردن و جمهوری اسلامی هم مدام سعی میکرده با کمیته انضباطی، دادگاه، احضار، ممنوع ورود کردن به دانشگاه، محروم از تحصیل و زندانی کردن جلوی اعتراضات دانشجویی رو بگیره. و به نظر من این دیگه حد اکثر کاری که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده داره الان انجام میده دیگه هر کاری داره از دستش برمیاد که زورش میرسه داره انجام میده تا بتونه جلوی دانشجوها و جوانها رو بگیره. اما نکته ای که وجود داره اینه که خود دانشجو هم اعلام کردن که اونها تا رسیدن به آزادی دست از مبارزاتشون بر نمیدارن و به صلاح مبارزاتشون رو ادامه میدن. دانشگاه جایی هستش که رادیکال ترین خواسته ها، انسانی ترین خواسته ها فریاد زده میشه، نه فقط مسائلی که مربوط به خود دانشگاه و دانشجوها هست، مسائلی که مطالبات و خواسته های کل جامعه هست فریاد زده میشه. ما توی اعتراضات مختلف دیدیم پلاکارداشو بالا بردن و سنت این مسئله و سابقه این مسئله توی دانشگاه وجود داره. و من الان میخوام بگم که چی، جمهوری اسلامی الان داره تمام زورش رو میزنه، ولی نکته اینجاست که دیگه این سقف کاریه که میتونه انجام بده و ولی در مقابل اون یک انقلاب بزرگ وجود داره که یه بخشی از اون که الان برمیگرده به بحث ما خود دانشگاه هست، که این انقلاب توی دانشگاه داره پیش برده میشه از طرف دانشجوها و پتانسیلی که این انقلاب داره، رادیکالیزم و انسان محوری که این انقلاب داره به صلاح جمهوری اسلامی از پسش بر نخواهد اومد و دانشجوها مصمم هستن تا رسیدن به این خواسته ها، تا رسیدن به صلاح پیروزی در برابر جمهوری اسلامی این مبارزات رو ادامه بدن و جمهوری اسلامی رو به شکست برسونن. بازنده این قضیه این حکومت و جمهوری اسلامی و تمام این ارگان‌های سرکوبش هستن. درسته، ما قبلا هم شاهد بودیم که به اصطلاح در حالت توده‌ای و وسیع توی دانشگاه دانشجو اومدن و اعتراض کردن. چه تفاوتی شما می‌بینی بین خیلی کوتاه مختصر در یک دقیقه، حد اکثر یک دقیقه و نیم، اشاره بکنید به اینکه چه تفاوتی داره؟ خب قبلا هم بوده از این جور اعتراضات توده‌ای، ولی چی شده که شما میگید که نه این دفعه اولا رژیم تو چه گفتید تو چه وضعیتیه، ولی چرا این چه تفاوتی داره که شما فکر میکنید که نه این دفعه نمیشه به این راحتی دانشجوها رو عقب زد؟ بله، من یه مقدار در صحبت قبلیم اشاره کردم و به خاطر اینکه الان جامعه ایران تصمیم خودش رو داره به اجرا در میاره برای سرنگونی این رژیم و این پتانسیلی که وجود داره توی این جنبش به صلاح که میخواد این حکومت رو بندازه اجازه نمیده که به صلاح رژیم مقابل این حرکت بایسته. درسته، من بیشتر ببخشید من وسط صحبت، من منظورم بیشتر این هستش که الان چه تفاوتی کرده. مثلا ما سالهای گذشته هم توی دانشگاه شاهد اعتراضات بودیم، وسیع هم بود، توده هم بود، درسته در این ابعاد نبود، ولی الان چی هستش که این چه چیزی جامعه آیا تغییر کرده، چه چیزی تغییر کرده که اعتراضات وسیع دانشجویی به این راحتی نمیشه سرکوبش کرد و خواسته هاش اصولا محوریت خواسته هاشون چیزایی هست که شما گفتید؟ خب این دوره ای که ما الان درانش به سر میبریم کاملا متفاوت با یک سال پیش، کاملا فرق میکنه. وقتی که ما میگیم که انقلابی شروع شده توی یک جامعه، وقتی که ما میگیم که مردم انقلابی رو دارن پیش میبرن، یعنی کاملا شرایط اون جامعه فرق میکنه. شاید یک سال پیش وقتی دانشجوها اعتراض میکردن یه بخشی از دانشجوها بودن ابتدا و توی خود دانشگاه بودن و می اومدن یه اکسیونی برگزار میکردن و میرفتن تا مثلا اکسیون بعدی، ولی الان ما هر روزه داریم میبینیم که به خاطر یه لیست بلند بالایی از به اصطلاح خواسته ها دانشجوها، نه فقط توی یک دانشگاه و یه بخشی از دانشجوها، بلکه تو همه دانشگاه ها و همه دانشجوها دارن سراسری با همدیگه هماهنگ اعتراضشون رو پیش میبرن و در کنارشون
کل جامعه ایستاده. نمونه اون 16 آذر هستش که مردم میان وارد دانشگاه میشن، همراه دانشجوها میشن و بعد همراه همدیگه همشون با هم برمیگردن توی خیابون‌های شهرهای مختلف و مشخصا تهران تظاهرات میکنن. خیلی ممنونم، میدونم که این بحث گسترده است، حتما تو بحث‌های دیگه در خدمت شما خواهیم بود. خوشحالم که این برنامه هم در خدمت شما بودیم. شما رو به آرزوی خوبتون میسپارم تا برنامه بعدی.